می‌بینید تو آماده باش. حاج آقا آماده باشید، با شماره یک میریم رو ار. سه، دو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علم. جلساتمون راجع به اخلاق اقتصادی. اخلاق اقتصادی بود. سفارشاتی برای تولید، برای توزیع. باشه، نمیخواد بیشتر توضیح بده. همون که لطفاً رو کاغذ نوشتن و برات بخونم. افرادی در قیامت گرفتار باد سوزنده میشن. باد سخت، آب داغ. باد سخت، آب داغ. باد فتح چی؟ اصلا نمیخواد بگو. باد کشنده، آب سوزنده. باد کشنده. کشنده، آب سوزنده. میگه اینا که ولخرج بودن. مثلا برای که یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت تو هواپیما صندلیش یکی گشاده بشه، وقتی صدها هزار تومان میده. میخواد افتخار کنه. من بیای پول. بلایی که الان خیلی از مسئولین ما گرفتارشن. نه حاج آقا، مسئولین رو نگو، مسئولین خودمونه. هم که رو کاغذ براتون نوشتم اون رو لطفا بخونید. خب مرسی. یه استخری که میتونن 50 نفر 100 نفر توشنا کنن، کل استخر رو کرایه میکنن برای 5 نفر. اینا مصرف های که تو حزب اللهیان متاسفانه پیدا شده. نه حاج آقا، همین الان حرفتو پس بگی. مسئولین نو حزب الله هم از خودمونه، حزب اللهیان از خودمونه. برو تو دیگه. بچه که حرف نمیزنه. بچه با بچه نیستم. من 47 سالمه، اینم تحصیل کردم، شوهرداری بلدم، بچه دارم. برو گم شو. حرف نزن. یا خدا، مادر حتی مادری بردی. آی استاندار، فرموندار. پاشی اینا ظلمه. جمعش کنی. شعباس 400 سال پیش کارم سره ساخته، هیرو تو بیابونا. ما بنر میزنیم، فردا جر پاره میکنه. دولت پول دولت عینه. از کجا داد؟ پاشین از تو جمعیت بیاین. از کجا داد؟ خیلی جمع کنید. دود و ولات، یعنی دود مسئولین. چه مسلمین از بیت المال جور خیانت است. نمیتونم برنامه رو قطع کنم. خیلی وضع خرابه. تیم پاکسازی دست به کارش حاج آقا معاشر کشیده. به فریاد اسلام برس. خیلی بلخرجی میکنی. خونه امام کجا بود؟ این خونه امام بود. وسط شهر، دم چهارراه، سبر، دوبر، این حرفا نبود. اوکیه.